طی روزهای گذشته و در آستانه 9 دسامبر، روز جهانی مبارزه با فساد و همزمان با افشای فساد در واردات چای در ایران، بار دیگر توجه افکار عمومی نسبت به علل، پیامدها و گستردگی فساد اقتصادی در نظام ایران جلب شده است. به گزارش همکارم علی اکبری در این زمینه توجه فرمایید. انتشار اخبار فساد اقتصادی و اختلاس در ایران تازگی ندارد، اما اگر در دهه 70 شمسی اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات همچون بمب خبری عمل کرد و در دهه 80 و 90 این ارقام به 3000 میلیارد تومان و بالاتر هم رسید، حالا دیگر رقم آن به تومان محاسبه نمی شود و به میلیارد و میلیون دلار اعلام می گردد. ماجرا از آنجا آغاز شد که سازمان بازرسی کل کشور، نهاد نظارتی زیر نظر قوه قضایی نظام ایران، به موضوع فساد در واردات چای وارد شده و اعلام کرده است که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال 1398 تا 1401 در قالب واردات چای و ماشینالات معادل 3 میلیارد و 370 میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود 1 میلیارد و 472 میلیون دلار ارز دولتی تامین شده برای ماشینالات و مابقی آن برای واردات چای بوده است. بررسی‌های کارشناسان نهاد مذکور نهایتاً اثبات کرده است که سوء استفاده و فساد گسترده‌ای در این زمینه روی داده و برای مدیران بخش خصوصی و تعدادی از مدیران دولتی پرونده‌ای اتهامی تشکیل شده و عده‌ای از ایشان دستگیر شده‌اند. رئیس سازمان مذکور از آن نموده است در حالی که قریب به 100 شرکت تولیدی و بازرگانی به امر واردات چای مشغول هستند، اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد. او افزود این گروه تجاری از ابتدای سال 1398 تا پایان سال 1401 حدود 3 میلیارد و 370 میلیون دلار برای واردات چای و ماشینالات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی ارز دریافت کرده و طی این مدت 79% از ارز نیمایی دولتی تخصیص یافته شده برای واردات چای به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است. رئیس سازمان بازرسی ایران افزوده گروه تجاری مذکور تا کنون برای 1 میلیارد و 400 میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است. ادامه داد: حسب پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شد بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره 1 میلیارد و 400 میلیون دلار، مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به 2 میلیارد دلار قابل افزایش است. خداییان به بخش واردات ماشینالات مربوطه به این گروه تجاری هم گفت علاوه بر ارزهای تامین شده جهت واردات چای بالغ بر 1 میلیارد و 472 میلیون دلار در طول سالهای 1398 تا 1401 جهت واردات ماشینالات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرمجموع تعهدات این شرکت اضافه می‌گردد و با اتمام مهلت قانونی به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد. او با اشاره به تخلف شرکت در ثبت سفارش چای خارجی درجه 1 و واردات چای کنیایی و صادراتی درجه 2 ایرانی گفت در حالی که این گروه نسبت به ثبت سفارش چای درجه 1 هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو 14 دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه 2 ایران را به ارزش حدود 2 دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده تایید کرده است.
رسانه ها و فضای مجازی در پی این اخبار و توضیحات فرافکنانه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران که این تخلفات را به دولت قبلی نسبت داد، مملو از پرسش ها و ابهامات فراوانی است که افکار عمومی انتظار دارد در زمینه آنچه فساد ستیزی مورد ادعای نظام ایران است شاهد پاسخ قانع کننده ای باشد. انتظاری که در گذشته البته برآورده نشده است و در آینده هم امید کمی برای اجرای عدالت و ایجاد مبارزه ریشه‌ای با فساد سیستماتیک اقتصادی در ایران وجود دارد. علی اکبری، اخبار شیعه. اسفندیار عبداللهی، دبیر سرویس های سیاسی و بین الملل دیدار نیوز از تهران با ما همراه هستند. جناب آقای عبداللهی، سلام عرض ادب. سلام عرض ادب خدمت شما و بینندگانتون. بزرگواری آقای عبداللهی، در رابطه با دلیل گستردگی فساد و تکرار آن انواع و شکل‌های مختلف لطفا مختصرا توضیح بفرمایید. من در یک برنامه شما عرض کردم که مسئله‌ای که امروز به نام چای گیت می‌شناسیم و توضیحاتی که آقای خداییان در رابطه با جزئیات این پرونده دادن یک نمونه از هزاران نمونه است که موارد تعداد معدودی از آن طی سالهای گذشته رونمایی شد و تعداد بسیاری از آنها هم ممکن است در جریان باشد. میگم ممکن است در جریان باشد چون که همیشه تا زمانی که یک مسئله رو نشده و دست کسی به خاطر رقابت‌های داخلی بعضی از جناح بعضی از افراد درون حاکمیت نسبت به هم این افشاگری صورت نگیره، ممکن است که سالها جریان داشته باشه و دوباره تحت یک بازی دیگری و یک اتفاق دیگری، حرکت یک روزنامه نگار و یا چیزی که من قبلا هم گفتم، این ادامه خواهد داشت. بنابراین ما همواره باید منتظر این موارد باشیم و در حالی که جریان فساد در کشور در لایه‌های دیگر در حال انجام از ضمن این که باید عرض کنم همین فسادهایی که آنها بعضی ها موردی اشاره می کنند و آنها رو موردی می نامند هم به صورت شکلی و به صورت گزینه‌ای افرادی و اسامی مورد محاکمه و بازخواست قرار می گیرند. آقای عبداللهی، چرا هیچ عزم جدی مبنی بر پایان دادن به فساد وجود نداره؟ گفته می شود که عزم جدی برای پایان دادن به فساد وجود دارد، ولی با بیان این که عزم جدی وجود دارد و با گرفتن فیگور مبارزه با فساد، فساد شکن نخواهد شد. به خاطر اینکه فساد یه درخت تنومندی شده که کسی الان زورش بهش نمیرسه و شاید زندگی و حیات و ممات سیاسی و اجتماعی و اجرایی بعضی ها به همین گره خورده به این داستان و نمیشه این را جدا کرد. اصلا حیثیت و مانایی و حضور بعضی از نهادها، بعضی از شرکتها به همین قضیه ارتباط داره و اگر نباشد بسیاری از شرکت‌های بزرگ قدرت ادامه حیات و قدرت رقابت با شرکت‌های رقیب را ندارند. آیا مشکل از دستگاه‌های ناظره یا مسئله فراتر از این هاست؟ اینم بفرمایید. کدوم دستگاه ناظر؟ شما بفرمایید چه دستگاه ناظری ما مگه داریم؟ ما دستگاه ناظر نداریم. هیچ دستگاهی؟ دستگاه‌های ناظر بخشی از دستگاه‌های اجرایی هستند و بالعکس. یعنی شما گاهی می‌بینید مثلا وقتی که شورای نگهبان نمایندگانی رو کاندیداهایی رو انتخاب می‌کنند که می‌شود بزرگترین دستگاه نظارتی کشور، ولی قبل از اینکه مردم انتخاب کنند از یک فیلتر دیگر عبور کردن، اینها کجا میتوانن ناظر باشن و کجا میتوانن نماینده واقعی مردم باشن در حالی که قبلا انتخاب شدن؟ بقیه دستگاه نظارتی را هم به همین صورت من اعتقادی بهشون ندارم. بله، چگونه میتوان به شرایطی نرسید که دیگر شاهد هیچ گونه فسادی در هیچ سطحی نباشیم؟ فقط رفتن به سوی یک تاسیس یک نظام، یا بهتر بگیم بازنگری در قانون اساسی و تعریف مجدد اصل نظارت
و اصل حاکمیت پارلمان، اصل حاکمیت پارلمان که به عنوان بیس و پایه نظارت بر کلی امور اجرایی و قضایی است. ما پارلمان الان نداریم، بنابراین تنها راهش بازنگری در قانون اساسی و تعریف و بازتعریف مجدد اصل انتخابات است. بله، تشکر میکنم از شما آقای اسفندیار عبداللهی، دبیر سرویس های سیاسی و بین الملل دیدار نیوز از تهران با ما همراه بودند.